درسته، منم رامین پرتوی، همونی که هر وقت تو خیابون میومد شماها دورش جمع میشدید و ازش امضا میگرفتید. حالا هر کی دلش میخواد بیاد جلو و از من امضا بگیره. بیا من امضا بگیر، بیا جلو از من امضا بگیرید. نمیاد جلو، منم تا چند لحظه دیگه مثل این دلغک خودم آتیش میزنم و میرم. این چه کاری آقای پرتوی؟ عزیز من، از شما بعیده. چی از من بعیده؟ این کار در شأن شما نیست آقای پرتوی. چی از من در شأن من نیست؟ آقای پرتوی چه انتظاری از مردم داری؟ همه گرفتارن، همه دچار مشکلات هستن، شما تنها نیستی که خیال میکنی. کدوم مردم؟ همه، شما تنها نیستی. مردم از هم خبر ندارن. الو آقای حکیمی، آقا عجله کنید، من جلو جامعه جمع هستم، اینجا الان بلغا به پا میشه، نیروهای انتظامی هم الانه که سر برسن. بله من اینجا هستم. بدبختی همینه که ما از حال روز هم خبر نداریم. من رامین پرتوی هم، روزگارم اینه. وای به حال شما مردم. بله خلا میکنم، مزاهم نیستم. لب کو بسته تو، اگه بیا این جلو خودم آتیش میزنم. یک دایی جلو یک جلو، با شما ها کاری ندارم. اجازه بده، اجازه بده، اجازه بده. یه دروغ میگن. بیا پایین، بیا پایین، آب روزی نکن، بیا پایین. نگفتم تحمل داشته باش. این کارو چیه میکنی؟ چرا آب روزی میکنی؟ شب روز دنبال کار دویدن، پیش هر کس و ناکس رو هم گفتن. آخه این کارو چیه میکنی؟ خودسوزی چه فایده داره؟ چی میفهمه تو خودتو سوزوندی؟ اینا عرض کردم که شما دارای اختیارات هستید یا نه؟ فرمودید بله تا حدودی. این حدود چیه؟ یه مردی 8 سال بیکاره، بالاخره باید توی مملکت کار بکنه یا نه؟ فرمایشاتی میفرمایید، ما که جلوی کسی رو نگرفتیم. توی مملکت هر کی میتونه هر کاری بکنه. این مرد بیکاره، گره کارش اینجا باز میشه، توی این سازمان. اینجا چه مشوق هنره، فعالیت های هنری میکنه، کجا بره؟ بره داره ثبت. ما کمش داریم حرف تحویلش میدیم. خب آخه موضوع باید در شورا مطرح بشه، من که تنها نیستم، دیگران هم باید نظر بدن. چه نظری؟ اینکه یه کسی بره سر کار؟ کیس فرق میکنه. وضعیت عادی نیست، شما میدونید سابقه ایشون آقای پرتوی چندان مطلوب نیست. آقای محترم، رامین پرتوی یک هنرمنده، مثل هر آدم عادی زندگی خصوصی داره و ممکنه در زندگی خصوصیش مرتکب اشتباهاتی هم شده باشه. به اندازه کافی تنبیه شده، چقدر دیگه باید تنبیه بشه؟ خب به همین دلیله که اختیارات من در مورد آقای پرتوی محدود میشه. خودمونیم، حضور همسال پرتوی در کنار شما کل هنرمندان رو بدنام نمی کنه. درسته، جامعه هنری باید پاک و منزه باشد. آیا تمام اقشار پاک و منزن؟ هیچ گونه آلودگی ندارن؟ ولی ما مسئول حفظ جامعه هنری هستیم. بله، جامعه هنری باید پاک و منزه باشد، اما نه اینطوری. با یه زندان موقت کوتاه مدت که نباید زندگی کسی رو به هم ریخت. این مرد چطور ثابت کنه که از گذشتش پشیمونه؟ از چه راهی باید گذشتش رو جبران کنه؟
این همه سختگیری به عنوان اخلاق گرایی چه چیز خوبی هم هست، چه نتیجه‌ای جز نابودی یه انسان میتونه داشته باشه؟ والا چه عرض کنم؟ چه عرض کنم؟ اینا بهانه است آقا، اینا بهانه است آقا. بس که سوء تفاهم شد. پرتوی شما امر میفرمایید ما هم اطاعت میکنیم، ولی چه کسی ضمانت میکنه؟ چه ضامنی بالاتر از خدا؟ کیو بیارم اینجا ضامن بشه؟ ای آقا، ملک بیارم اینجا بذارم؟ ساختمان بیارم؟ آپارتمان هاوس بیارم؟ برج بیارم؟ وکیل بیارم؟ وزیر بیارم؟ کیو بیارم این کار بکنه؟ کیو بیارم این کار بکنه؟ ببخشید. آقای رضوان، بیا قرار بگیر. ببرم. ببرم. برو اونجا. اجازه بده. شما رو میشه نیستی؟ من رو میشه خیلی دوست دارم. ببرم. آقای رو بگیر. در باید باید باشی من خواهد ببینم. در رو ببند. آقای پرتوی ببخشید داد دادم باید تقلب بکنه. خواهش میکنم. آقای آقایون این جوابش منفیه. متشکرم. بفهمم جوابش خوبه، مشکل نداره. آقا من گزارش امروز رو تو جلسه بعد از ظهر مطرح میکنم، انشاءالله حل میشه مسئله. قول میدم حل میشه. اتفاقا یک سریال بزرگ در دست تهیه است، یه نقش خیلی قشنگ داره، نقش یک عارف جوان. از همین سریال ها که دختر شوهر میدن برنج پاک تو خودم توش عارف داره. در هر صورت فکر میکنم نقش مناسب آقای پرتوی باشه. نه من بازی نمی کنم، اصلا دلم نمیخواد بازی بکنم. چرا؟ من تخصصم کارگردانیه، یعنی تجربه کارگردانی دارم، دلم نمیخواد بازی بکنم. اتفاقا خیلی هم خوبه، بعد از سالها دوری گمون میکنم مردم استقبال خوبی بکنن، اینطور نیست استاد؟ مردم تحمل میکنن آقا. خیلی خوب. حالا که اینطوره اول باید یه طرح بدی، منم سعی خودمو میکنم مراحل اداریش هر چه زودتر طی بشه. آقا میرسوندمتون. میخواییم یه خورده پیاده را بریم. حالا ایشالا فکر میکنم. ببخشید استاد یه لحظه یه عرض میکنم که جلب نظر شورا به خصوص حالا که میخواد کارگردانی بکنه مشکله. به نظرم فقط یک راه داره. چرایی؟ این که شما قبول مسئولیت بکنید. یعنی بدون نظارت شما شاید قبول نکنه. چی میگی؟ ولی نباید بفهمه. مثل اینکه مشکل تنفسی شما هنوز حل نشده، نکنه بیماری چیزی؟ نه چیزی نیست، عادت ندارم، شاید مال سیگاره، اینم باید ترک کنم. اصلا آدم به دنیا میاد که همه چیزو ترک کنه، مگه نه؟ بهتر سیگار از همین حالا ترک کنی. گاهی از انسان یه رفتاری سر میزنه که تو اون لحظه متوجه نیست، ولی وقتی زمان میگذره میفهمی چقدر باید تو اون بده. اتفاقی افتاده؟
نه داشتم از این سربالایی میمدم بالا، همه داشتن نگاه میکردن به خاطر پریروز. اشکالی نداره، مهم اینه که خودت پشیمونی. حسابی طرحی آوردی؟ طرح نه، اما خیلی دارم راجبش فکر میکنم. با با اون جنجالی که اون روز را انداختی من فکر کردم تا حالا 10 تا فیلمنامه آورد. برعکسه، آدم وقتی بیکاره ذوقش هم کور میشه. من یه توپ زدم توش موندم. چرا در مورد اعتیاد کار نمیکنی؟ این همه ساختن، چه اتفاقی افتاد؟ یعنی من هم یکی از همین کارهای آشغال بسازم؟ تو بیا برو تو بطن ماجرا، یک کار جسورانه. تکلیف سانسور چی میشه؟ سانسور نداریم که، انقلاب شده که سانسور نداشته باشیم، فقط به شرط اینکه صادقانه باشه. پیشنهاد بدی نیست، بهش فکر میکنم. فکر کن، فقط تا تنور داغه بچسبی. باشه، فقط یه قول باید به من بدین، من از این سربالایی نکشیم بالا. فکر سربالایی رم نکن، توکل به خدا کن. پس شد حدیث نفس. حدیث نفس تا ولد کردم همه رو خراب کردیم. استاد چه مانعی داره که مردم از بدبختی من عبرت بگیرن؟ تو نمیفهمیم، عقلت نمیرسه، نمیتونی داری چی کار میکنی. دوست و توفو لعنتت بکنم. مهم نیست، مهم نیست، ما باید در واقع از خودمون شروع کنیم با صداقت. استاد وقتی ما از خودمون بگیم، خودمونو بتونیم نشون بدیم، بیشتر مردم به ما اعتماد میکنن. اون وقتی که میتونیم تو فیلمامون نشون بدیم یک کاسب محلی چطور زمان جنگ کلا سر مردم میذاره، چطور از تنهایی یک بیوه‌زن سوء استفاده میکنه. بخوای خیلی پیگیری کنی و افشاگری کنی، قیچی سانسور فیلمت تیکه تیکه میکنه. اونا به من قول دادن که سانسور نداشته باشن، با فیلم من کاری نداشته باشن. آره هر با احمد با همین خیال باش. چه مرگمه، نیم درجه تب دارم، تا وقتی جوانی فکر میکنی سراغت نمیاد، اما میاد. به تصاویر مردگان مینگرم، هر یک چنان بر ما نگریستند که گویی مرگ هرگز گریبانشان را نخواهد گرفت. این چه قیافه‌ایه؟ عوض این که بخندی بلند شو به مادرت کمک کن که از خستگی داره میمیره. با این قیافه رفتی خرید؟ نه بابا، قبل از این که برم سر کار خرید کردم. کار خوب پیش رفت؟ مرد شورشو ببرن، همش جنگ اعصاب. شما که کارتون رو دوست داشتین. کار دل خوش میخواد که من ندارم. پس من چیم؟ تو؟ یادگار یه اشتباه. چرا نمیگی عشق؟ تو از عشق چی میدونی آخه؟ هیچی، فقط دارم این توتی حرفه شما رو تکرار میکنم تا بخندی.
یعنی ممکنه یه روزی ستایی با هم دیگه زندگی کنی؟ نمیدونم، هیچی نمیدونم. سلام. خوبی؟ میبینی که غزل خونه است؟ نه. کجاست؟ رفته کلاس موسیقی. موسیقی؟ آره. خب کاری نداری؟ چرا؟ صبر کن بگو. بیا از اول شروع کن. بیفایده است. به خاطر غزل. به خاطر غزل ازت جدا شده. میدونی وضع خیلی عوض شده. برای تو شاید، ولی برای من نه. چرا نه؟ بعد 3 سال اومدی میگی به خاطر غزل؟ تو خجالت نمیکشی؟ ببین سوری، دوباره شروع نکن. تو ببین رامین، بین من و تو خیلی وقت همه چی تموم شده. اینجوری هم اینجا وای نایستا برای من خوبیت نداره، متوجهی که؟ باشه میرم، ولی بهت قول میدم یه روزی مثل اون وقتها دوباره به من افتخار کنی، میفهمی؟ همه نفس میکشن، منتها بعضی نفسشون مسمومه. قد کن برو سر درس. شنیدی؟ اون بچه منم هست. سلام. سلام. بیا تو. مزاحم نمیشه، یه چند لحظه تشریف بیاریم. سلام. سلام. چیکار داری؟ میخواستم شما رو ببینم. من ببینی؟ بله. دیدی؟ بله. کار چی شد؟ قرارداد بستم. یکی دو روز دیگه کلید میزنی. خوشحالم کردی. خیلی باید مواظب باشی ها. من ریشه رو گذاشتم. بالا غیرتم آبرونم نبر. میدونم. اگه میدونستی مثل دیوونه ها پا نمیشدی بیا اینجا منو ببینی. خیلی دلم شور کار میزنه. دلشوره کار خیلی قشنگه، مثل دلشوره عشق میمونه. هر وقت خواستی بیا پیش من. حالا یا بیا تو یا برو خونه روی فیلم نامت کار کن. مزاکرم. خیلی تنها. خواهش میکنم.
شو رو سریابی. آقای انتظامی بفرمایید. سلام. سلام. غزل تویی؟ بله. به به چه دختر خوشگلی. متشکرم. چه گونه قشنگی. دستتون درد نکنه. متشکرم. مادر هست؟ نه یعنی بله رفتم خوشی. الان برمیگردم. خب. بفرمایید. من منتظر میشم تا بیاد. حالا چطوره؟ به مرحمت شما. درسا چطوره؟ ای میخونیم. خواهش میکنم بفرمایید. من الان برمیگردم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. چه دختر زرنگی. دختر نعمته، خدا که به ما نداد. ایشالا میده دیگه. راستش خیلی دلم میخواست شما رو از نزدیک ببینم، هنوزم باورم نمیشه. منم دلم میخواست بیام شما رو ببینم. چطور مگه؟ من که مشهور نیستم. مگه فقط آدم های مشهور رو باید دید؟ پدر در مورد شما خیلی با من صحبت کرده. پدرم؟ پدر من؟ درباره تو و مادرت. به همین دلیل منم دلم میخواد شما رو ببینم. حالا میبینم که واقعا حق داره. تو دختر بسیار بسیار خوبی هستی. خیلی وقت پدرم رو ندیدم. شاید حالا اگه منو ببینه زیاد ازم تعریف نکنه. چند وقتی که پدرت نایدی؟ 3 سال. 3 سال؟ چرا؟ مادر مخالفه. راستش منم نمیخوام زیاد ناراحتش کنم. باریکلا باریکلا دختر باریکلا. اه مثل که مامان اومد. مامان میدونی کی اومده؟ کی اومده؟ آقای انتظامی. خیلی وقت اومدن؟ نه گروه نمیشه. لابد میدونی که من برای چی اینجا اومدم. شوهر سابق شما رامین در یک شرایط بسیار حساسی قرار گرفته. بعد از 8 سال بیکاری میخواد یک کاری رو شروع کنه. نگو خبر نداری. دارم. خوبه. من احساس کردم که به شما احتیاج داره، نیاز داره. اون تنهاست. تنهایی برایش سمه. منم تنهام، اما دیگه عادت کردم. تو غزلو داری؟ ولی جز غزل هیچ کسو ندارم. اون غزلم نداره. شما میخواین من چیکار کنم؟ میخوام یه خواهشی ازت بکنم. با هم زندگی کنید. من میخوام شاد بشی. میخوام غزل خوشبخت بشه، پدر داشته باشه. ببینید استاد، من نمیخوام رو حرف شما حرف بزنم. ادعا نمیکنم از زندگی که الان دارم راضی هستم، نه. اما به این زندگی یک نواخت و کسالت بار عادت کردم. درست مثل چکه کردن آب توی ظرفشویی. پس یا باید برنش شیر صف کنیم یا مغزش عوض کنیم. میترسم. زندگی با رامین شهامت خیلی زیادی میخواد. من فاقد اون شهامت هستم. بگو گذشت. به خودت بگو گذشت. زندگی در کنار شهامت به گذشت نیاز داره. من در مقابل شما نمیتونم جواب بدم استاد، اما من تصور زندگی شروع دوباره با رامین برام وحشتناکه. من یه بار یاد گرفتم از اون متنفر باشم. حالا چطور میتونم به خودم بقبولونم که عاشقش باشم، دوستش داشته باشم، یا اینکه حتی تحملش کنم؟ رامین خیلی فرق کرده. من میدونم که به شما نیاز داره، احتیاج داره.
من مطمئنم که شما میتونید رو نجات بدید، تو و دخترت. بچه ها خسته نباشید. از خزم من یه ساعت برای بچه هم مریض هست برمیگردم. آقا این همه آدم آویزون شما کجا میخوایی بریم؟ آقا تو همکه سیه لشکرات نمیمدن که عزیزم تو رای عزیزم حالا تو بیان من تلفن زن تو ران دارم میان. باشه منم میان. آقای پرتو دیر نکنی ها. نه عزیزم نه. ببین من جواب اونورو نمیتونم بدم آقای پرتو. بگی هوا رو داشته باشتا بیان. هوا رو دارم فقط شما زودتر بیا که ما دیگه مشکل نداشته. برو برسه بچه ها چی شد اثر آقا؟ ما رو قد نفس فرید دیگه آقا بیار پایین بیار کنین یه ساعتی استراحت کنین ببینیم چی میشه ما آویزونیم آقا بیلن که آقا واسه ما بحنا چایی بله بزن آقا روشان بفهم بالا بشی بفهم بفهم راحت باش خوش آمدی خیلی وضعیت خرابه رفیق باشه فرج جون یه کاری بکن یه ایل آدم سر فیلم برداری منتظر منه باشه که خیلی عجله دارم از زود خجالت میکشم ولی باور کن جنس ندارم نداری؟ این حرفا کدوم مرد حسابی؟ میگم حالم خوش نیست؟ سه روز منتظرم پولشه دادم مرد حسابی قصه داری برای من تعریف میکنی؟ بس که من خودم سناریستم ها سناریو منویسم خودتو ساختی نشستی جلو من میگی ندارم؟ ظاهر و باطن همینه که آقا را من دارم خوبه دیگه اینو بده به من لوتی باش رفیق اگه جنس نرسه این یه هفته منو نگر میداره اینا اینه که میگن معتاد جماعت خست میشه مرد حسابی اون مالی یه بعد است من عملم سنگین تر از توه فکر میکنی باش چی کار میکنم نمیدونم میزنم تو رک سه سی سی میگن آدم سنگکوب میکنه ما که نکردیم میگن تزریقی جماعت بیشتر از 3 سال زنده نمیمونه اونجوری شاید مگه تو میخوای تا آخرش نزدیک کنی باش پاشو تمومش کن آی پسی دست شما در نکنه آگه رفت خدا آگه در هر صورت این فیلم نامش من مجوز طراحی برنامه رو امضا کردم دلم میخواد یک برآورد دقیق بکنید میشه لطفا منو معاف فرمایید چرا؟ این آقای پرتوی میگه آنها سختیه شما کار خودتون رو انجام بدید اگر احیانا مشکلی پیش آمد من هستم میشه مشکلی پیش نمید دلم میخواد که حمایتش بکنید حتما توکل رو خانم لطفا دفتر طراحی برنامه رو بگیرید به به آقای شمرانی عزیز سلام آقای بهتری حالت خوبه خوش آمدی خوش وقتم زحمت کشیدی بفرمایید ببخشید اینجا یه قلیل ریخت پاشیده است
خونه مجردیه، بفرمایید. چای حاضره، براتون چای بیارم. عکسای قشنگیه. یکیو من دارم. از تو مجله در آوردم. آره. اینا همه‌شون یادگاری‌ان. از کارهای مختلف. راستش خیلی دلم می‌خواست باهاتون کار کنم. خواهش می‌کنم. ما در خدمتیم. اختیار دارین، ما در خدمتیم. فقط یه سوال. شما متن فیلمنامه رو که تغییر نمی‌دید. آخه می‌دونید آقای پرتوی، به هر حال شما خودتون استادید. فیلمسازی مثل چای ویل میمونه. یک کم قفلت کنی هزینش سرسام‌آور بالا میره. بفرمین چایی. متشکرم. شما متن رو برآورد کنید، من رعایت میکنم. به هر حال شما امشب هم فکر کنید اگر چیزی که در برآورد باید محاسبه بشه شما هم در نظر بگید، به من بگید و به این شماره زنگ بزنید. شما آقای شمیرانی چند سالتونه؟ 30 سال. ولی اصلا بهتون نمیاد. چطور میگه؟ هیچ. میگم بچه ها بیان اینجا رو مرتب کنن، چون شما که نمیخوای دفتر اجاره کنی. در پی یک اقدام جنجالی، سرانجام رامین پرتوی قرارداد ساخت یک فیلم را با تلویزیون منعقد کرد. هنوز سایر عوامل فیلم مشخص نشدند. حلالزاده است. سلام. بفرمایید آقای پرتوی، بفرمایید. بفرمایید. به نظر یه دوزه آقای شدید. یه اینطور فکر میکنید؟ به نظرم سلام سلام. بفرما آقای پرتوی. آقای دامین خان عزیز، جدن که حلال زاده ای. همین حالا داشتم خبر کارتو میخوندم. ببخشید. با اجازه. انشالله همین روزا خبرمو میخوند. اختیار دارید، اختیار دارید. دیگه باید شیرینیشو بدید. نگینه ها. باید شیرینی حله؟ فعلا حله. یه چهار تا شیرینی برای ما بیا. قهوه لطفا. قهوه میخوام. چهار تا قهوه. ممنون. خب دیگه حالا نگفتی که مضمون طرح درباره چی هست؟ البته اگه طرحی در بین باشه. حدیث نفس. چی؟ حدیث نفس؟ درست شده. یعنی زندگی خودت؟ حدیث نفس. خب اگه زندگی رامین با جسارت پرداخت بشه پر بیراه نیست، جنجالیه. یعنی چه؟ من نمیدونم چرا همه مردم فکر میکنن که زندگیشون ارزش فیلم شدن داره. من تمام اون سالهای بیکاری و بدبختی و اعتیاد رو میخوام تو فیلمم نشون بدم. بعدم این فقط بحث زندگی من نیست. تو که روشن فکری چرا این حرفو میزنی؟ خصوصیات زندگی مردم به خودشون مربوطه. تو یه هنرمندی، بازتاب اجتماعی تو مهمه. بازتاب اجتماعی؟ صبر کن. بازتاب اجتماعی؟ بله. همه اینایی که گفتم بازتاب اجتماعی دارن. همه زندگی من توی مطبوعات چاپ شده، راست و درو و با شایعات. حالا تو بد آوردی، باید همه رو خراب کنی؟ همه چی چیه؟ مردم منتظر بهانه‌ن. همین که تو اعتیاد خودتو نشون بدی میگن ببین دارن خودشون اعتراف میکنن. مردم رو دست کم نگیر. اینطور هم که تو میگی نیست. مهم اینه که مطلب چگونه بیان بشه. صداقت. آقا حرفه رو دارن بدنام میکنن. این صنف بدبخت همیشه زیر سوال بوده. نه خیر آقا، اینجا جای ما نیست. بهروز از جیبه بد جوری زدی تو نیزا خوش. این رفیق بدبختمون حسابی خودش گیره. آقا بلا میخوای چی کار کنی؟ نمیتونم، واقعا نمیتونم. باید فکر کنم. گیفت؟ این چیه؟ اون کتابم بیارید لطفا اینجا.
این عکس چیه؟ یه چیزی مثل این دادا بر وزن با با دادا. شما خیال ندارین توی این فیلم بازی کنین؟ من هیچ وقت بازی نکردم. پس این فیلمه که بازی کردین چی هن؟ من تو اون فیلم ها زندگی کردم، خیلی بد. ولی شما جایزه هم گرفتی؟ جایزه به خاطر بازی بود، نه زندگی. شاعرم هستی؟ کاش بودم. راستی میدونید منم کار بازی میکنم؟ خوبه؟ تب داری؟ بدنم یه خود داغه. چه جون دوست. از کی شروع میشه؟ پس فردا. آسه ببین این قسمت چیز رو که مردم میان خوب این از همین میشم آقا رو نگاه کن. آره بلش بزا خودش بیاقت. یه چند تا سوال داشتم. تلویزیونیه؟ بله. خواهش میکنم بفرمایید. میشه خواهش کنم بفرمایید شغل شما چیه؟ بیزینس میکنم. در واقع همون کار تجارت؟ بله. معذرت میخوام. خواهش میکنم. سلام. همینجا. زیر پنجره. حالت خوبه؟ فیلمت کردن؟ پس حقا موبایل بذار که من صداتو بشنوم. بفرمایید. به نظر شما فکر کنید که توی مملکت ما فرهنگ پیشرفت کرده؟ بله 100%. کاش که منم فرهنگی بودم. الان همه جا بحث فرهنگه. خب اینکه بد نیستش. شما در مورد اقتصاد چیز خوندین؟ در مورد اقتصاد. خب طبیعیه به هر حال. کار ما چیز دیگه یه، ولی راجع به اقتصاد هم خوندیم. بله خواهش می‌کنم. چطور مگه؟ چون الان همیشه بحث فرهنگ، در مورد اقتصاد صحبتی نمیشه. به هر حال شما منعکس کنید. مرسی به این حاضر جوابی. باریکلا. مثلا مواد مخدر. بله. مواد مخدر؟ بله. در واقع شما میدونید که اعتیاد یک موزل اجتماعی است. بله، جدا فاجعه است. ولی من فکر میکنم بهتره شما این سوالات از یک کارشناس بپرسید. خب ما از کارشناس سوال کردیم. حالا میخوام بدونیم نظر مردم چیه. بله، اعتیاد یه پدیده زشت و کریهه. بله. ببخشید. شما تا به حال مصرف کردین؟ یعنی چه؟ مسلمه که نه. اگه کشیده باشم یا من جلو شما بگم؟ خب چه اشکالی داره؟ چه مانعی داره؟ مسخره کردی آقا؟ یعنی چی؟ دارن تو روز روشن با آدم تهمت میزنن؟ شما اصلا دلیلتون چیه؟ من دو دلیل دارم. بفرمایید. یکی این که من خودم یک کهنه کارم، دوم که به قیافه شما میاد که این کارو بایلخته کرده باشم. بیداد بیداد چیکار کنم؟ من گندش در میاد. توجه کن آقایون، یک تیم آزمایشگاهی همراه ما هست، اونهاش که در ظرف 3 دقیقه به ما نشون میده کی مواد مخدر مصرف کرده و کی مصرف نکرده. حالا شما اگه مسئله ندارید برید آقا آزمایش بدید. یا مولا یا قمر بن یاشم، چه خاکی به سرم بریزم. الو فرید، شما با آبروی مردم دارین بازی میکنی، خلاف شرعه. خجالت هم خوب چیزیه. خجالت یعنی چی؟ مردم شاهد باشین دارن با آبروی مردم بازی میکنن و برین شما میخندن. آقا چه خبره؟ این مملکت مملکت اخلاقه، مملکت مذهبه. چرا با حیثیت آدم بازی میکنی؟ خب اگه واهمه نداری میر اونجا آزمایش میده. خیلی نخمه کله خمه بیچاره شد خدا. میبینی چی جنجالی رو انداخته؟ تو همه چی جنجالیه، خوبی و بدی. من مطمئنم فیلم خوبی میسازه. من که خوشبین نیستم. چرا اینجوری قضاوت میکنی؟ این همه آدم سرشناس و معروف دارن باش کار میکنن. همیشه اولش خیلی خوب پیش میره، بعد وسط های کار خراب میکنه.
باید تشویقش کرد. من میرم بهش تلفن بزنم. فهمیدی مامان چی گفتن؟ بهش زنگ میزنم. بزنه. الان که نباید خونه باشه، حتما سر کاره. اینقدر زنگ میزنم تا بردارم. کجا میری؟ میرم بیرون، زود برمیگردم. من تنها؟ برمیگردم. سر میارم بله الو بفرمی بابا منم غزل بابا غزل توی بابا آره خودم بی تو هیچ وقت بابا جان دخترم میخواستم بهت تبریک بگم به خاطر کارت ای بابا بی خود شلوغش کردن کیا؟ روزنامه ها چرا نفس نفس میزنی؟ نفس آره یه خورده سرم درد میکنه بابا پس بی موقع تلفن زدم آره بی موقع؟ چی داری میگه غزل؟ صدای تو من از گور بیرون میکشه بابا چقدر دلم برای تنگ شده بیا ببینم ات میترسم یه وقت مامانت ناراضی باشه من راضیش میکنم باشه من همین فردا میام دنبالت چقدر سخته چی سخته بابا خداحافظی خواهش میکنم گریه نکن میبوسمت بابا شب بخیر میبوسمت بابا شب بخیر شب بخیر پس شما بودین اینجا فیلم برداری میکردین؟ آره داشتم اینجا کار میکردم یه دفعه یه خود حالم بد شد گفتم بیام یه استراحتی بکنم یه سری هم اینجا بزنم اینم بچه های آشنا کیو میبینم خوش اومدی تو که هنوز اینجایی که من آزاد شدم رفتم
یه سری کارهای تحقیقاتی دارم با اینجا با واحد فرهنگی اینجا همکاری میکنم. برای این کارا خیلی شکر. راستی از فرهاد چه خبر؟ کدوم فرهاد؟ باقی خوشمزه بود. فرهاد طفلک آزاد شد رفت. بعد یه عبد گرفت برگشت دوباره اینجا. یه دو سالی حبس کشید، منتها مریضی بدی گرفت. انتقالش دادن بیمارستان. الان توی یکی از این بیمارستان‌های تحت پوشش به اصطلاح زندان بستریه. آقا رامین، رامین پرتویی ها، جوان اول سینماست، کارگردان. مگه این جوجه ها ما شما رو زیارت کنیم آقا رامین؟ وگرنه ما کجا و شما کجا نوکرتیم؟ آقا به سمتیش کپ بزنید. خوش اومدی آقا رامین، صفا آوردی. میگم در شهن شما نیست کف خوابی. بفهم رو تخت داشت استراحت کن، خودم نوکرتم. برو که بخواب مزم نریز. دل که رنجید از کسی خرسند کردن مشکل است. شیشه بشکسته رو پیوند کردن مشکل است. کوه نا هموار را هموار کردن سخت نیست. حرف نا هموار را هموار کردن مشکل است. میخواستم آرزوی برباد نره، سید خودش دنبال سیاد نره. میخواستم این اون به ما نخندم، عهدی که بسته بودیم از یاد نره. حالا که رفتی برو برو دیگه بر نگردی، برو دیگه بر نگردی. صدای منو میشنوی؟ منو میشناسی؟ یه مادر داشتی؟ کجاست؟ خلاصه آقا رامین شرمندتم. میدونی که اینجا جلو جنس رو گرفتن، اونا هم که دارن رو نمی کنن. فقط مونده تلمبه. اگه طالبی
بیام بزنم. اگه نیستی که جمع کنم. الان مامورا میرسن مرد حسابی کار دستمون میده. همه میافتیم تو اچل. چیکار کنم؟ میزنی یا جمعش کنم؟ میام اونجا. پس تو بمون، خودم میام. کیا اینجا؟ عیب شما اینه که چون شخصیت هستین به این جوجه ها که میرسین حالتون میاد با همسال مثل مغارفش. حال اومدی؟ حالا بهت میگم کیا اینجا. دکتر بهروزی مترجم و استاد جامعه شناسی هستم. از آشنایی تو خوشبختم. دکتر حلیمی جراح متخصص زنان و نازایی. از آشنایی تو خوشبختم. مهندس قفاری. مهندس معدن از تکنیکال کالج لندن، فارغ التحصیل 1968. از آشناییتون خوشبختم. همه کلاس بالا آقا رامی. خدمت شما. آی پرتابی، آزمایشتون حدوداً سه هفته دیگه آماده میشه. باشه. غزلم دخترم. بابا جونم چقدر اینجا قشنگ شده. عکس رو دیدی؟ آره. خوشت اومد؟ بیا اینا رو از من بگیر تا من غذا رو آماده کنم. تو اتاق من میخوابی؟ آره. چقدر دلم براش تنگ شد. خوابه نبره ها. چجوریه بابا جون؟ نمیدونم. شما اینجا، مامان اونجا، منم که چی بگم بابا؟ بابا من تنها میترسم. تنهایی خیلی سخته. غزل منم تنها. تو فکر بکنی که اینجوری خیلی به من خوش میگذره؟
نمیدونم. ولی من میدونم. غذا میخوری بازم؟ نه دیگه. اخماتو باز کن. برات نوشابه بریزم؟ نه. به کوچولو. نه مرسی. بریم اونجا استراحت کنی؟ با هم حرف بزنیم. ها؟ بعد هم میزو جمع میکنیم. باشه. باشه هستم. میدونی بابا تو تنها یادگار منی از گذشته. مثل یک خاطره میمونی. ولی اینو بدون چه من باشم چه نباشم تو باید از خودت مراقبت کنی. مراقبت؟ حسابی باید مراقب خودت باشی. آره یعنی خوب درس بخونی، دانشگاه بری، ازدواج کنی با یه آدم با لیاقت. بابا ولی یه کاری نکنی که پا بذاره به فرارا. فرار میکنه؟ مثل شما؟ ای بابا یه فراری. میدونی غزلم اگه یه مردی از خونه فرار بکنه معناش اینه که اون زن لیاقت نداره، و اگر اون زن از خونه فرار بکنه یعنی اینکه اون مرد لیاقت نداره. ولی مردا قوی هن. آره این دلیل نمیشه. بحث قدرت جسمانی نیست، بحث دله. حرف عاشق شدنه، حرف احساسه. یعنی چی شد بابا؟ آب بیارم؟ یه چیگه آب برام بیار بابا. باشه. خیلی خوب باشه باشه باشه. گفتم باشه دیگه. بهتون زنگ میزنم. گفتم بهتون زنگ میزنم. من خوبم. بابا فکر کنم خوابه. باشه
خداحافظ. ولی اومدم در خونت، تو غفوری، تو رحیمی، نظر بیشتر از این ذلیل بشن، نظر بیشتر از این خار بشن، دیگه حسی که جونم نمونده، پاهم سست. میدونم که مردنی هم فقط سه هفته، فقط سه هفته من این فیلمم رو تموم کنم. چه روزا و سالها گذشتن، چه سخت و دردناک. گوش کن، در خنک‌های کتان بنگریدش، نه هلهله پوستی، نه های استخوانی، تنها غبار آهی است که بر کهربای زمانش حمل می‌کنند. چقدر تلخ. تصویر زیبایی از مرگ. تو مریضی؟ نمیدونم. موهات به نظرم یه مقدار یه هفته است. صورتت چرا و جوش زده؟ نمیدونم جوش چیه. دلم خونه. سوری تو نمیدونی تو این مملکت چه خبره. خب به تو چه مربوطه؟ تو الان بالاخره رفتی سر کار. خیلی خوب، فراموش. امشب قراره که حرفای شاعرانه بزن. پس تا حالا به قول خود در پیت بوده؟ بیشتر آمد بود. ما آدم ها توی زندگیمون مثل موسیقی میمونه، احتیاج به یک بیشتر آمد داریم. داری میلرزی؟ سرته؟ سوری برگرد، برمیگردی؟ بسا فکر کنم. دیر میشه. سلام استاد. سلام. لابد باز اومدی منو تماشا کنی. آره میخواستم خواهش کنم که با من همکاری کنید. نه اینکه تا حالا چوبلای چرخت میذاشتم. نه، خواهش کنم که تو فیلم من حضور داشته باشی. رامین منو تو کارت نیار، بابروی من بازی نکن. بعد من به تو گفتم من موضوع فیلمت خوشم نمیاد، اصلا این فیلمی تو داری میسازی. میدونم استاد، ولی دیشب توی خواب میدیدم که شما تو فیلم من بازی میکنید. خب برو تو خواب فیلمتو تمام کن، منم مخالفتی ندارم. استاد خواهش میکنم، یه صحنه کوچیک. چی هست؟ ببینیم، فرض کن که من توی این حرفه دارم کار میکنم. خب. حالا مردم، شما به عنوان استاد پیشکسوت راجع به من دارید حرف میزنید. خب. بعد این حرفو آروم آروم ربطش بدیم به احتیاط، همون بلایی که سر من اومدی. کلت به قرمه سبزی میده؟ میخوای تیشه به ریشه خود بزنی؟ نه، جامعه الان نیاز داره. خب چرا من این کارو بکنم؟ چرا من تیشه به ریشه تو بزنم؟ برای اینکه من میدونم شما چقدر منو دوست دارید. خب تو بزن. بعد دربارش فکر کن. باشه استاد. برو. خواهش میکنم، خواهش میکنم، برو. خیلی راحت باشه. خاره، برو برو. راحت راحت. حتما، برو. مرسی، خیلی ممنون. به بچه ها بگم. به بچه ها میگم. اصلا اینکه انشالله داره درست میشه. سلام باباشون، خودو بریم که هوا خیلی سرده. سر رو باید استادم برداریم بریم.
خیلی ممنون، قربان شما. چطوری شما خوبین؟ بفرمایید آقا، شما استراحت کنید. حالا جان بذ بابا استراحت کنید، تو بیا آقای عربی پشت سر ما بیا. شما قرار است که آقای پرتوبی گفتن که صحبت کردن اینجا بیاید جان بهتره. خانم صحبت کردن که یه فیلمی میخوایم ما ببینیم از حساب از آدمایی که در اینجا تحت نظر هستن و موضوع بودن که شاید مثلا خوب برای تلویزیون شاید خوبه. آقا رضا عربی تو آماده ای؟ بازه همه چی حاضره؟ میخوام با استاد بیام این لحظه بکی از حسش میخوام. تو اوکی؟ بازه آقا یه تی دوربین آماده کن. چیزی نیست. نمیخوام. آخر ممنون محبت. باشه در اصول ما در خدمت کنیم. تشکر میکنم ازتون، خیلی ممنون. خدا حافظتون. صدا بره؟ دوربین؟ حرکت. چند وقت بود معتاد بودی؟ 4-5 سال. خوب شدی؟ آره. بری بیرون چی کار میکنی؟ اداره میرم. سلام علیکم. سلام علیکم. حال خوبه؟ خیلی ممنون. شما چند وقت بود معتاد بودی؟ 4-5. حالا خوب و خوب شدی؟ بد. بری بیرون چی کار میکنی؟ دوباره ادامه میده. چرا؟ خب چی کار کنم؟ کاری که ندارم، بیکارم، مواد مخدرم که تو دنیا بیداد بکنم. هر کی هم بیاد این تو ترک کنه بره بیرون، دوباره شروع میکنه. هر کی هم میگه نمی کنم دروغ میگه. حالا تو چند وقت بودی با اتاق بودی؟ یک سال. یک سال؟ الان خوب شدی؟ بله. بری بیرون چی کار بمونی؟ بله دارم. چرا؟ تو محیط کار نیست خاطرم. تو مواد چجور؟ عمل چی بود؟ هروئین. تزریق میکردی؟ بله. کجا؟ تزریق میکردم. چند سال تو؟ 17 سال. چند سال؟ 17 سال. خواهش میکنم. چی میخوای؟ من رو شما حساب کردم. اشتباه کردی. من چه باید؟ آقا دوربین رو برده بیا. ببخشید. من تو زندون با اون خلافکارهای سابقه دار که روبرو شدم نتونستم تحمل کنم. خب بالاخره یه کاری باید کرد. توقع داری یه مش بچه محض شده که حتی انگیزه ای برای زنده موندن ندارن اینا رو به حرف بیارم؟ خواهش میکنم استاد یه کاری بکنیم. فایده نداره رامین، فایده نداره. کلافم کردی. اسمت چی؟ بابا نایدین؟ منم دنبالش میادم. کجاست؟ غزل کجا میری؟ سب کن.
باش از خب نظرت یه تو چیه؟ به نظر من موضوع خیلی جدیه. شایع ترس بیماری شایع ویروسی. باید آزمایش کامل خون بشه. یه چیزی ذهن من از اول اشغال کرده. ان شاء الله که موندم بشه. بعد آزمایش کنیم ببینیم چی میشه. بریم واسه. آقا ببخشید. سلام. دکتر. سلام. سلام. دکتر روحانی کجاست؟ چی شده؟ هیچی. به من بگین. برمیگردم. ببخشید خانم. دکتر روحانی. شما صبر نکردین آقا. همین الان رفت پایین. تشکر میکنم خیلی ممنون زحمت کشیدید. سلام. این آزمایش تنسی که خیلی مهمه. سلام شما. اینجایی هم ببخشی دیگه. بله شایویش مصبت چی؟ بله متاسفانه خوب نیست. چون آزمایش تکرار میکنم اگه آزمایش درست باشه متاسفانه چیز خوبی نیست. چایبه البته تمام اطرافیانش هم باید آزمایش بشه. بله بله شما استاد و برای منزل استاد شما بفهمیم. بله دیگر آدمی بیمورد نبود یه چیزی هست بعدا باید برات بگم ولی خود فکر نکرده بودم. خب چه باید کرد آقا؟ خانم آقای پرتوی باید به بخش منتقل بشن. بله. اتاقشون ایزوله بشه. بله. ملاقات ممنوع باشن و پرسنل هم از وسایل پیشگیری استفاده بکنم. آزمایش هم تکرار نمی کنیم؟ درزیم آزمایش هم تکرار بشه. تشکر. خیلی ممنون. بریم آقا. خدا. بر جاده های صفراوی و پل های برافراشته از قانقاریا هیچ کس هیچ کس را زلال نمی دید. وانگاه جوپیتر بر کرانه ها خاموش شد و من با لبخندی ویران از سکانسی معکوس به خطوط فرضی بازگشتم و 40 سالگیم را در باد گریستم. غزل بابا تا کی میخوایی نگران جلوی من بایستی؟ تا موقعی که حالتون خوبه خوب بشه. من خوبه خوب میشم غزل. انشالله. آره خوبه خوب میشم انشالله. چرا به این حرف روحیه بچه رو خراب میکنی ها؟ غزل بچه نیست میفهمه. درسته اما فکر نمی کنی بهتر باشه مناسب سنش باش رفتار کنی؟ شاید هم داری جبران روزای از دست رفته رو می کنی. بیا بخور. بله دکتر گفته به خاطر تبت باید مایعات بخوری. بخور. دکتران نگفتن مریضی من مال چیه؟ چند بار میپرسی؟ گفتم که گفتن عفونت هات. میدونی سوری من خیلی سعی کردم همه چی درست بشه اما نشد. میدونم وقتی بخواد نشه نمیشه. حتما یه حکمتی توش هست. همه زندگی ما حکمت داره. من پشیمونم. خیلی هم پشیم. رامین یه سوالی ازت دارم. بگو. میخوام ببینم چی شد که تو اعتیادتو ترک کردی؟ واقعا میخوای بدونی؟ آره چون من موفق نشدم اعتیادتو رو ترک بدم. منو ببر خونه. دلم واسه خونه تنگ شد. منو ببر خونه. خیلی ممنون. خواهش. کارت رو برا شد؟ مشکل نداشتی؟ نه بریم بخواست.
من اصلا حالم خوب نیست. بابا چرا اینطوریه؟ نمیدونم آخرش چی میشه. نمیدونم دخترم. خدایم خودت کمک. بخیر استاد. ببخشید بیدارتون کردم. میتونید حس بزنید چرا تلفن کردم. تمام شد متاسفانه. بله. فکر میکنم بد نیست یه پاتور پا تشریف بیاری. من خودم تماس های لازم رو میگیرم. خداحافظ شما. یک هفته نزشون بریشه به خصوص امروز ده خواهیش میکنم بابا جانم بفرمایید. آمبولانس رفت. بفرمایید.